خب سلام مجدد. خب عرضم به حضورتون که این جلسه متاسفانه دوشنبه، حالا چون محدودیت کرونا گذاشتن ما این هفته رو اینجوری کردیم. حالا انشالله از هفته بعد من سعی میکنم همون دوشنبه، حالا هر جور شده خودم برسونم و همون دوشنبه باشه که تایم اوکی بشه. خب هیتلر کبیر کیه؟ باز بسم الله الرحمن الرحیم. چه اگر ممکن اسماتون رو درست بنویسین خیلی بهتره، حالا چون اینجا بس فضای آموزشیه، از این بابت میگم که اسما رو اگر درست بنویسید ممنون میشم. خب ما اومدیم تست ها رو به هر حال تستاشو کار کردیم تا بحث اعمال جبری روی تابع. الان اینا رو که من نگاه میکنم میبینم که اینا رو همه رو کار کردیم، رسیدیم به اعمال جبری روی دوتا تابع. خب سوال اول رو نگاه کنید، گفته اگر داشته باشیم fx این بعد gx این باشه، دامنه این چی میشه؟ کدوم برمونده؟ من که لینک رو دادم که آه. خب نمیتونه بیاد؟ فکر کنم مشکلشون حل شد. اوکی گفته اف ایکس اینه و آقای استادی کپی کنید روش بزنید. اوکی میشه، همه بچه اومدن داخل دیگه، نمیدونم چرا شما مشکل دارین. سلام بچه، سلام. حالا امروز تایم عوض شد، یکم مشکل بچه‌ها، میگم مشکل بچه‌ها خورده، چه جمله شاخه. خب اون احتمالاً داره میره لینک. آره آره من خودم باش داخل. خب بچه ها گفته که دامنه این تابع چی میشه. ببینید الان بالا نکنیم، بالای این کسر یه تابع داریم، پایینم یه تابع. ما اول بیایم دامنه F به علاوه G رو به دست بیاریم. نکنید بالا دامنه F به علاوه G، دامنه F به علاوه G میشه دامنه F اشتراکش با دامنه G. یعنی وقتی دو تا تابع رو با هم جمع میکنیم اشتراک دامنه ها، دامنه تابع F به علاوه G میشه اشتراک دامنه ها. خب دامنه G بچه ها چی میشه؟ اینجا من دامنه G رو به دست بیارم، دامنه G، دامنه G میشه زیر رادیکال مثبت باشه. پس من میگم x منهای 1 بزرگتر مساوی 0، پس این میشه x های بزرگتر مساوی 1. بعد دامنه f، اینجا میگم دامنه f، اون میگه چی؟ 3 منهای x بزرگتر مساوی 0، پس این میشه x های کوچکتر مساوی 3. حالا من اشتراک این دوتا رو بخوام بگیرم چی میشه بچه ها؟ اشتراک این دوتا میشه ایکسای بزرگتر از، بذاریم بالا بنویسم که جا باشه، ایکسای بزرگتر مساوی 1 و کمتر مساوی 3. این میشه دامنه F به علاوه G. حالا بچه ها این دو تا تابع هستن که
بر هم جمع شدن، با هم جمع شدن، بعد بر جی تقسیم شدن. ما میگفتیم حالا فرض کنید این بالا، الان دامنه بالا این شده، دامنه بالا این شده، دامنه اون عبارت بالا. حالا وقتی میگفتیم زمانی که دو تا تابع بر هم تقسیم میشن دامنه شون میشه چی؟ باز میشه اشتراک دامنه هاشون. بچه ها الان اگر شما بیاین و دامنه این، نگاه کنید، این الان دامنه این تابه است، این دامنه این تابه، با دامنه جی اشتراک بگیرید، دامنه جی میشه چی؟ میشه این. با این دامنه اشتراک بگیرید باز هم میشه همونی که الان چی سبزش میکنم، یعنی اشتراکشون باز هم همین میشه. الان من اشتراک گرفتم، وقتی بر هم تقسیم میشن هم باید چیکار کنیم؟ اشتراک بگیریم. حالا فقط کاری که باید بکنیم، نکنید زمانی که F بر G تقسیم میشد میگفتیم دامنه شون میشه دامنه، یعنی دامنه تابع F تقسیم بر G میشه دامنه F، اشتراکش با دامنه G منهای ریشه های G، یعنی چیزی که G رو صفر میکنه، ریشه های مخرج. الان اینجا مخرج Gه، مخرج جیه، جی کدوم اینه؟ چه چیزی مخرج رو صفر میکنه بچه ها؟ یک مخرج رو صفر میکنه. نکن اگه من به این بدم یک، جیمون صفر میشه. پس باید چیکار کنم؟ از این بازه یک تا سه، نکن از بازه یک تا سه که اینجوری هست، باید یک رو بکشم بیرون. اینو بسته است دیگه، اگه بکشم بیرون باز میشه، پس میشه چی؟ اینو باز میکنم، اگه بازش بکنم به این شکل میشه. خب الان پس این میشه دامنه H، میشه این میشه دامنه H، دامنه H میشه از صفر باز تا سه بسته، این میشه دامنه H. گفته شامل چند عدد صحیحه؟ یک هست، دو هست، سه هم هست، میشه گزینه چهار. یک هست، دو هست، یک من اشتباه کردم بچه‌ها، از یک اشتباه کردم ببخشید، از یک تا سه شما هم هیچی نمیگید، من هرچی میگم هیچی. خب میشه دو و سه، میشه گزینه سه، دو تا چیزه، یکی دو یکی سه. خب درست شد؟ به همین راحتی حل شد. خدا شکر بزنیم به تخته، امروز اسکای روم هم خوبه، قطعی نداره. ها شما گرفتین؟ اوکی، سوال ندارین؟ بریم بعدی. بعد پس این یه سوال خیلی قشنگ، سوال دوم گفته اگر fx این باشه، این سوال من خیلی دوست دارم، این سوال سوال قشنگیه. میگه اگر f x این باشه و g x این باشه، برد این چی میشه؟ برد ضربشون، بردشون چی میشه؟ بچه‌ها شما اینجا رو دقت بکنید، ما وقتی میگیم، ما الان دو تا تابع داریم، اینو یادتون باشه، زمانی که شما نه این زد نیست، ضرب شده ببین اونجا اف او جی بود، نکن اف او جی بود که از روش زد میرفتیم، اینجا ضرب شده، اف ضرب در جی شده. خب اینجا میایم چیکار میکنیم بچه ها؟ شما زمانی که دو تا تابع، الان اینجا برد رو میخواد، نکن برد رو میخواد، زمانی که دو تا تابع با هم جمع تفریق ضرب و تقسیم میشه، دیگه ما یه دامنه، یه برد و یک نمودار و ضابطه جدید داریم. اینو دقت بکنید، اینا همه جدید میشن. خب من میخوام برد اینو به دست بیارم، برد اینو بخوایم به دست بیاریم، اول بیاریم در هم ضرب بکنیم، یه ضابطه به ما میده، از اون ضابطه یعنی دامنه شون هم بعد به دست بیاریم، بعد شکلش رو رسم میکنیم، بردش رو حساب میکنیم. اول بیاریم F رو در G ضرب بکنیم، اگر F رو در G ضرب بکنیم بچه چی میشه؟ میگه F ضرب در G، F که هست X2 به علاوه قدر مطلق X ضرب در 1X، اینو من ساده بکنم به این شکل میشه، نکن X2
در یک ایکسوم ضرب بشه میشه x2 روی x به علاوه قدر مطلق x روی x. به این شکل میشه قدر مطلق x روی x. خب حالا اگر دقت کنید توان دو این با این خط میخوره، میشه x به علاوه قدر مطلق x روی x. حالا دقت کنید این پس تابع f ضرب در g میشه این، f ضرب در g میشه این. خب بچه ها الان اینجا این قدر مطلق برای ما اضافه. من یه روشی به شما گفته بودم تو رسم توابع قدر مطلقی که گفتم اگر دیدید شبیه هیچ کدوم از اینا نیست باید بیاین چی کارش بکنید، باید بیاین بازه بندیش بکنید. پس من میگم ایکسای بزرگتر است، اینا که ریشه قدر مطلق صفره، ایکسای بزرگتر از صفر و ایکسای کمتر از صفر. ایکسای بزرگتر از صفر این میشه مثبت، چون خودش میاد میشه x به علاوه x روی x. نگاه کن x روی x با هم ساده میشن، x و x با هم ساده میشن میشن یک، میشن یک، میشه به علاوه یک. خب الان ساده شد، بنک جا نگیره من اینجوری کشیدم، x با x ساده شد، شده x به علاوه یک. بعد اگر x های کمتر از صفر باشه داخلش میشه منفی، داخلش میشه منفی، قرینش میاد بیرون میشه x به علاوه منهای x روی x. باز نگاه کن اون x با x خط میخوره میشه منهای 1. پس کلن به این شکل میشه، میشه منهای 1. خب بچه ها نگاه کن خود x مساوی با صفر تو دامنمون نیست. چرا؟ چون ریشه اینه، ریشه مخرجه خود اون نیستش. حالا میام اینو رسم میکنیم، اینو رسم میکنیم، میگم برای x بزرگتر از 0 یعنی خود الان اینجا به بزرگتر از 0 یه خطه، نکن 0 رو بذارم میشه 1، 1 باز اینجا 1. بعد یه عدد بزرگتر از 0 بدم، مثلا 1 بدم 2 میشه، 1 بدم اینجوری 2 میشه، به هم وصل میکنم ادامه میدم، این میشه برای x بزرگتر. این دیگه بعد شما بلد باشین رسمش کنین. برای ایکسای کمتر از صفر، برای ایکسای کمتر از صفر میشه چی؟ اگه صفر بدم میشه منفی 1. بعد یه عدد کمتر از صفر بدم مثلا منهای 1، منهای 1 بدم میشه منهای 2، میشه اینجا به هم وصل میکنم ادامه میدم به این شکل. خب بچه ها الان این نمودار این شد، این نمودارش شد، میگه بردش چه اعدادی رو شامل نمیشه، برد این چه اعدادی رو شامل نمیشه. نگاه کن از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت رو شامل میشه، فقط چند تا عدد هست که شامل نمیشه. چیا؟ یکی منهای یک، چند تا عدد صحیحه، یکی منهای یک بازه، یکی یکی بازه، یکی هم صفر بازه، این وای ها رو ما نداریم، پس سه تا نقطه رو نداریم، پس میشه گزینه خواهم جعفرزاده چیز هم نیست، منهای یک و یک هم نیستن چون بازن. پس نیا کنید زمانی که، پس شما وقتی دو تا تابع دارن در هم ضرب میشن، اول یا جمع میشن یا تقسیم میشن، هر چی که شدم در مورد برد سوال کرد، اول بیا نمودار رو رسم کن، بعد قبلش حتما دامنه رو به دست بیاری. حالا توی این سوال دامنش میشه آر منهای یک، دامنه اف ضرب در جی، آر منهای صفر، دامنه آر منهای آر ضرب در جی. من اینو اینجا بنویسم، چون شما وقتی که الان دامنه اف ضرب در جی، حالا اینجا چون جا نیست من نمینویسم، دامنه اف ضرب در جی میشه آر منهای صفر، چون ریشه مخرج این جی هستش. ببینید بچه ها وقتی میخواین یک نمودار رو رسم بکنید، یه تابع رو میخواین رسم کنید، باید حتما دامنش هم رسم، یعنی بدونید از ایکس ها از کجا تا کجا تغییر میکنن که بعد بیایم وای ها رو در واقع بر اون اساس رسم بکنیم. پس حتما اول باید دامنه رو به دست بیارید، بعد ضابطه، بر اساس اون ضابطه باید نمودار رو رسم بکنید. حالا توی این سوال من چون دامنش مشخص بود خیلی گیر ندادم به دامنه، انشاءالله بریم سوالای بعدی حتما اونجا بهتون توضیح میدم. پس نگاه کنید یه سوال به ظاهر مزخرف ولی در باطن خیلی خوشگل، اینا برمیگرده به اون مباحثی که
آقای صالحی، ما توی زمان تدریس چرا باید دامنه در بیاریم؟ به خاطر اینکه باید بدونیم ایکس از کجا تا کجا تغییر میکنه. الان من بزنیم بریم توی چیز، بزنیم بریم یه مثال جلوتر. الان اینجا فعلا سر بکنید، بریم مثال جلوتر بهتون توضیح میدم. همینجا در حین چیز داره. خب بریم مثال سه. این مثال مثال ساده ایه. میگه آقا نمودار تابع F به صورت زیر و تابع جی به صورت اینجوری هستش. گفته تابع جی بچه چجوریه؟ ایکس و دو ایکس منهای یک، به طوری که ایکس عضو آر افه. خب یعنی ایکس عضو برد افه. این آر اف یعنی برد اف، ایکس برد اف. مقدار اف به علاوه جی رو میخواد. خب نها بکنید، الان شما این گفته این تابع این افه. بچه ها نها کنید، این افه، این اف یک تابع است. گفته تابع است. ما میدونیم که الان اینجا چون از این اینی که دورش دارم خط میکشم، از این چون دو تا پیکان اومده بیرون، پس این تابع نیست. درست. مگر اینا تابع نیست مگر اینکه خروجیشون یکسان باشه. یعنی الان اگه یادتون باشه مثلا تو تابع زوج مرتبی میگفتیم اینجا که ورود این یکه، اینا میخوام یادتون بیاد، این یک و دویه، اینجا مثلا یک و سه باشه، این الان تابع نیست. ولی اگه خروجی اینم دو باشه تابع میشه. الان اینجا هم نکنید توی نمودار پیکانی این تابع نیست مگر اینکه این آی به علاوه یکی که اینجا دورش خط بکشم اینم چار بشه، آی به علاوه یک هم بشه چار. پس آ به علاوه یک باید بشه چار، بنابراین آ میشه سه. حالا که آ رو به دست آوردم سه، این تابع رو من میام مینویسم. نکن بیایم به صورت این تابع اف رو هم بیایم به صورت زوج مرتب بنویسم. نگاه میگه اگر سه بدی میشه چهار. خب بنویسم سه بدم میشه چهار. بعد میگه اگر چهار بدی میشه پنج. خب میگم اگر چهار بدم میشه پنج. بعد دیگه چی میگه؟ اگر دو بدی میشه چند؟ هشت. من همون تابعی که پیکانی بود اومدم چهار کردم به صورت زوج مرتب نوشتم. این از اف. حالا جی چیه بچه ها؟ این جی خیلی ساده است. نکن جی گفته این مؤلفه اولش ایکسه، مؤلفه های اولش ایکسه، مؤلفه های دومش دو ایکس منهای یکه. خب مؤلفه اول ایکس، مؤلفه دوم دو ایکس منهای یک. گفته ایکس ها عضو چی هن؟ ایکس ها عضو برد اف هن. یعنی این برد اف که اینجا چهاره، بعد پنجه و هشته، اینجا بذار به جای ایکس. خب من میذارم. بیاین پس چیکار کنیم؟ بیاین جی رو بنویسیم. جی رو بیاین بنویسیم. جی رو بنویسم اینجا. جی میشه چهار. اینجا مؤلفه اولش میشه چهار. دو چهار تا هشت و منهای یک میشه هفت. مؤلفه دومش میشه هفت. بعد پنج بدم. ایکسش میشه پنج. اینجا به جای ایکس بذارم پنج. دو پنج تا ده تا منهای یک میشه نو. بعد اگه هشت بذارم دو هشت تا شونزده تا منهای یک میشه چند؟ اینجا اگه هشت بذارم دو هشت تا شونزده تا منهای یک میشه پونزده. خب حالا بچه ها میریم سراغ بعد اف به علاوه جی رو میخواد. من الان سر کلاساتون بهتون گفتم، سر کلاسات بهتون گفتم اف به علاوه جی که میخواد، گفتم تو ضابطه های زوج مرتب وقتی میخوای اعمال جبری رو روش در واقع اعمال کنی با هم جمع بکنی در ایکس های مشترک، نه در ایکس های مشترک وای، همون کاری که روی وای گفت، همون کاری که گفته روی وای انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اینجا الان ایکس مشترک این تابع اف با این تابع جی چهاره. خب پس میگیم ایکس مشترکمون چهاره. حالا گفته با هم جمع کن دیگه، وای ها رو با هم جمع کن، پنج و هفت رو با هم جمع کن میشه دوازده. گفته این مقدار اف به علاوه چی میشه؟ حالا اینجا به نظر من یک مقداری مجهولم، یعنی مبهم گفته. مقدارش رو که میخواد یعنی مقدار وایش رو میخواد. اینجا وایش یک مقدار رو داره، پس همون دوازده میشه گزینه سه.
درست شد؟ خیلی سوال اینا که این سوال عرضم به حضور شما که ترکیب شده از مفاهیم مختلف. آره، از مفاهیم مختلف چیکار کرده؟ از اینکه شما یاد داشته باشین تابه رو چجوری تعریف میکنن، از اینکه چجوری یادشون باشه. آره مایلو فکر کنم نمیدونه. بعد از اینکه بدونید عرضم به حضور شما جمع تابه زوج مرتبی به چه شکل هستش. خب بله، این کلاس نکه از جاهای مختلفن. حالا اینو نوشتیم بچه، این دیگه سوال ساده ایه. بریم سوال بعدی. خب سوال بعدی خیلی ساده است، خیلی ساده. گفته آقا اگه f این باشه، f به علاوه f منهای یک چی میشه؟ نگاه کن، f منهای یک اگه یادتون باشه من بهتون گفتم f منهای یک میشه جای x و y f رو عوض کن، میشه 2 و 1، بعد 3 و 2. این f منهای. حالا میگه با هم جمع کن. بچه ها من الان همین الان گفتم شما وقتی میخواین چند تا، یعنی دو تا تابع زوج مرتبه با هم جمع کنید، در x های مشترک وایشون رو جمع کن. الان اینجا x مشترک این و این 2ه، 3 مشترک نیست. 2 بدم نکن درجه 2 اینجا f به علاوه f به علاوه f منهای 1 میشه 2، بعد شما 3 رو با 1 جمع کن میشه 4، میشه 2 و 4، میشه گزینه 2. خیلی راحت، این که راحت بود. بریم سوال بعدی. سوال بعدی سوال خوشگل، سوال قشنگ، سوال مفهومی. باز گفته که الان با خود میگی اوه این چیه؟ میگم که نگاه کن تا بفهمی. میگه اگر fx باشه x به علاوه رادیکال x و gx باشه x منهای رادیکال x، آنگاه برد تابع f به علاوه g چیه؟ مایلو هم اومد. بچه هم گفتن کو مایلو، مایلو هم اومد، یعنی واقعا حرازاده مایلو. چه اسمی داره مایلو، واو، خواهش میکنم. یعنی اصلا من الان وقتی میگم مایلو، آره واقعی بود، آره بدایر. خب اینجا دقت بکنید، اول ما میایم تابع f به علاوه g، یادتون باشه وقتی برد میخواین حتما باید دامنه رو به دست بیارین. اول ببین ضابطه رو به دست بیاریم چون ساده است. میگم آقا ضابطه f به علاوه g چی میشه بچه‌ها؟ ضابطه اینا رو با هم جمع کن میشه x منهای رادیکال x به علاوه x به علاوه رادیکال x. خب حالا رادیکال x با رادیکال x خط میخوره میشه 2x. یعنی خب بچه ها الان f به علاوه g 2x، 2x نگاه کن نمودار 2x چجوری میشه؟ نمودار 2x خودتون میدونید یه خط، یه خطی به این شکل y مساوی با 2x، یه خط y مساوی با 2x. الان همه تون میگین گزینه 1 بردش میشه r، همه تون الان میگید که گزینه 1 r، ولی اشتباهه. چرا اشتباهه؟ الان خانم جلالی شما پرسیدید چرا اشتباهه؟ الان بهتون میگم. نگاه کنین وقتی شما دو تا تابع رو با هم جمع میکنید، نه گزینه 2 هم فکر نکنم بشه، حالا نگاه میکنیم. الان وقتی دو تا تابع رو با هم جمع میکنین دامنه متفاوت میشه، شما باید دامنه رو به دست بیارید بر اساس اون دامنه ای که شما، اصلا دامنه به شما میگه x ها از کجا تا کجا تغییر میکنن. خب دقت کن، دامنه f به علاوه g دامنه، پس هر موقع میخواین برد رو تشخیص بدین اول باید بیاین دامنه رو تعیین بکنید، ببینید x ها از کجا تا کجا تغییر میکنن، بعد بر اساس اونها اون نموداری که رسم کردی بردش در میاد. خب دقت بکن، الان دامنه f به علاوه g میشه دامنه f اشتراکش با دامنه g، میشه اشتراک دامنه f و g. حالا بچه دامنه f و g چی هن؟ دامنه f و g اینه که آقا اینجا الان یه رادیکال، اینا چقدر ساده است، اینجا یه رادیکال x داریم، اینجا هم یک رادیکال x داریم.
دامنه اینها میشه چی؟ میشه آقا ایکس های بزرگتر مساوی صفر، دامنه جفتشون. پس اشتراک هم که بگیرم میشه ایکس های بزرگتر مساوی صفر. یعنی همه این نمودار قبول نیست، فقط چه ایکس هایی قبوله؟ ایکس های بزرگتر مساوی صفر. یعنی به قبلش رو باید چکار کنید؟ پاک بکنید. خب من میام پاکش کنم. پس قبل از اینا دیگه قبول نیست، اینا قبول نیست، اینا رو باید پاک کنیم. از خود صفر تا مثبت، حالا برد چی میشه بچه‌ها؟ میشه از صفر، میشه گزینه 3، میشه از صفر تا مثبت بی‌نهایت. پس حتما دقت بکنید بچه‌ها، حتما وقتی دو تا تابع رو با هم جمع میکنید، تفریق میکنید، ضرب میکنید، حتما هم ضابطه رو به دست بیار هم دامنه. الان این سوال رو من میخوام با سوال قبلی، سوال دو در واقع چیکار کنم؟ مقایسه بکنم. میخوام این دوتا سوال رو با هم مقایسه بکنم. بیایم اینجا ببینید، اینجا من اومدم اینجا چون جا نبود چیز نکردم، در واقع دامنش رو خیلی روش مانور ندادم. حالا خودتون حتما این رو انجام بدید. اینجا دامنش شده آر منهای صفر، یعنی صفر تو دامنه نیست. خب ما همینجا نگاه کن، همه اعداد هستن به جز صفر. بر اساس این اومدم چیکارش کردم؟ رسمش کردم. توی این سوال اینجا هم، اینجا هم اول شما باید بیاین دامنش رو به دست بیارین، تو تمام اعمال جبری باید دامنه رو اشتراک بگیرین، فقط زمانی که حالا بریم جلوتر بهتون میگم. آقای آذرپور الان اینجا، خب این سوال رو فعلا بیخیاد، این سوال 6 رو فعلا بعد برمیگردیم، اینا که نمودارن رو بعد برمیگردیم، حالا انشاءالله جلسه بعد. بذارین اینجا یه سوال قشنگ اینو حلش بکنیم. سوال عرضم به حضورتون 7، این سوالا، این که آقای آذرپور گفتن که تو تمام چیزا باید اشتراک بگیریم، بله، فقط نگاه کن زمانی که دو تا تابع بر هم تقسیم شده بودن، یعنی F بر G تقسیم شده بود، دامنه F بر G میشه دامنه F اشتراکش با دامنه G منهای، ببخش اینجا این اشتباه نگارشی شد، منهای ریشه های مخرج، یعنی ریشه های مخرج رو بکش بیرون ازش، ریشه های مخرج. ریشه های مخرج رو ازش بکش بیرون. خب حالا دقت بکنید، الان اینجا ما یه تابع گفته نمودارهای، این چه سوال، آره چه سوال قشنگی، خدای اینا سوال نیستن، اینا چی میگن؟ این آدم مثلا یکی هست میره با نماز مثلا حال میکنه، مثلا خیلی چی میگن؟ ما دیگه همین سوالا رو که میبینیم اصلا عشق میکنیم، آدم فهم میکنه که ها نعمتن، نه بله در این حد. آره بعد اینا رو که آدم نه بابا از آدم اینو چجوری بگم، یعنی نمیدونم، این حس نمیتونم چیز بکنم، چی بگم؟ بگم یک حس خیلی زیبا و قشنگه، سوال قشنگه، خب خیلی شیکه. آره خب ها دقت کنید، میگه نمودارهای F و G به صورت بله ها خوش باد. آقای مجبوریم خانم جعفرزاده، اگه همچین حسی نداشته باشیم اصلا کارمون همینه. تازه اینا واقعا چیز سختی نیستن، شما دانشگاه که برید بعد میبینید که، شما برید تحقیق بکنید، آره برید تحقیق بکنید برق، بعد بینید سخت این گرایش مهندسی رو، بعد میشه گرایش مخابرات، باز مخابرات چند تا گرایش داره، من گرایش موج هستم، امواج. بعد برید ببینید که این گرایش موج سخت‌ترین رشته در واقع مهندسی هستش از همه، یعنی سخته این، یعنی کلن برق که از همه سخته، باز مهندسی، باز برق از مهندسی، تو همه مهندسی برق از همه سخته، باز تو برق مخابرات از همه سخته، باز تو مخابرات گرایش های مختلفی داره که من گرایش موج، اون رو اونایی که چیز رو خونده باشن، فیزیک ها همه هم. فیزیک فصل نوسان رو خونده باشن، همون نوسان و موج و اینا کلن اون رشته ما همونا هستش. خب
گفته نمودارهای F و G به صورت دست در دامنه تابع چند عدد صحیح وجود دارد. خب گزینه 4 فکر می‌کنم گزینه 4 باشه. بچه‌ها نگاه کنید، الان اینجا ما یه تابع داریم بالا F به علاوه G و یک تابع داریم پایین F منهای G. بیایم اول دامنه اینها رو به دست بیاریم. ببینید ما الان با دامنه به ضابطه کار نداریم. دامنه F به علاوه G و F منهای G میشه اشتراک دامنه G با F، میشه اشتراک این دوتا. یعنی الان اون تابع بالا و تابع پایین هر دوتاشون دامنهشون میشه این. خب حالا دقت بکنید، دامنه جی چی میشه بچه ها؟ دی جی. خودش گفته نگاه کن دامنه جی اینه، نگاه کن این نمودار صورتی هست، میشه از ایکسای کمتر از دو، کمتر مساوی دو، از دو به قبله. چرا از دو؟ اینجا اصلا ایکسای بعد از دو عددی ندارن، ایکسای قبل از دو اینا هست. خب بعد دامنه F چی میشه؟ دامنه F، دامنه F میشه ایکسای بزرگتر مساوی منهای دو. خب این میشه ایکسای کمتر از دو، میشه ایکسای بزرگتر مساوی دو. اشتراک بگیرم چی میشه بچه ها؟ اشتراک این دوتا رو من اینجا نشون میدم، میشه از منهای دو بزرگتر، از دو کوچکتر. این میشه چی؟ نه ضابطهش هم لازم نیست بنویسین. این میشه دامنه بچه ها، دامنه هم دامنه F به علاوه G و هم دامنه F منهای G میشه همین. شم این از این میخوام، اصلا نمیخوام به روابط کاری ندارم، اصلا دوست ندارم روابط بنویسم. نگاه کنید مفهومی دقت بکنید. خب حالا اشتراک بچه ها، اشتراک این دوتا، من الان این دوتا تابع مختلف دیگه، اشتراک این دوتا بازم میشه همین که الان اینجا سبز زرد کردم. نکن اشتراکشون بازم همین میشه. گفتیم دوتا تابع وقتی بر هم، چرا اون بالا خط اول دامنه رو چپه نوشتین؟ خب این جی اینه دیگه، گفتم خودش گفته، نمیفهمم کجا گفتی. من نفهمیدم چی گفتم. خب حالا دقت بکنید، چرا اون بالا خط اول دامنه رو چپ، نه چپه ننوشتم، درست نوشتم. بعد دقت بکنید، حالا نگاه کن، ما باید ریشه های مخرج رو از اینجا بکشیم بیرون. بچه ریشه های دامنه، نگاه کنید، دو تا تابع وقتی با هم جمع یا تفریق شده باشن، دامنه اون تابع، نه الان یه تابع جدید دیگه، دامنه F به علاوه G، یعنی دامنه تابع F به علاوه G و دامنه تابع F منهای G میشه اشتراک دامنه F و G. خب حالا دقت کنید، حالا بچه ها من باید ریشه های مخرج رو بکشم بیرون. اگه بنویسیم F اشتراک G فرق نمیکنه، یعنی بنویسید دامنه F اشتراک G بازم فرق نمیکنه، مهم نیست. خب بچه‌ها نگاه کن، الان ما پایین یک F منهای G داریم. ریشه های مخرج یعنی چی؟ یعنی جایی که این ضابطه ما صفر میشه. کجا ضابطه، یعنی کجا F منهای G صفر میشه بچه‌ها؟ کجا F منهای G صفر میشه؟ جایی که ارتفاع هر دو یکسان باشه. بچه در کدوم نقطه ارتفاع هر دو یکسان میشه؟ در کدوم نقطه ارتفاع هر دو، به من تایپ بکنید. بله اگر دقت بکنید در نقطه صفر، نکنید در صفر، در x مساوی با صفر وای هر دو تا یکسانه. اینجا نکن وای هر دو تا یکسانه، پس F منهای G میشه صفر و مخرج رو صفر میکنه. بنابراین باید عدد صفر رو از این بازه بکشیم بیرون. پس جواب میشه چی؟ جواب میشه این شکلی. میخوام اینو قشنگ تحلیل کنید. جواب میشه این شکلی.
میشه از منهای دو، از منهای دو بسته تا صفر باز، باز از صفر باز تا دو بسته، میشه این. حالا دیگه فقط باید بدونی که مهمترین نکته این سوال بچه چیه؟ اینه که توی صفر F و G ارتفاعشون یکی میشه، بعد از هم کم بشه میشه صفر، یعنی مخرج توی X مساوی با صفر Yش صفر میشه، چون F منهای G رو خواسته، بنابراین باید از اون صفر رو بکشی بیرون. ببین چند تا عدد صحیح وجود داره توی این باز؟ 4 تا، به همین راحتی. این سوال مفهومی، حالا بعضی اینو که میخوان حلش بکنن خیلی عجیب غریب حل میکنن، حالا حواستون باشه که چجوری حلش میکنید. نوشیم بچه اینو؟ امروز چند تا تست که حل بکنیم انشاءالله از همینا متوجه میشید. خب سوال 8 سوال سختی نیست. این نمودارا رو گذاشتم از آخر همه رو با هم، یعنی نمودارای F به علاوه G و اینا رو گذاشتم همه رو با هم براتون حل میکنم، حتی سخت هم نیست ولی بعد حل میکنم. این مثال 9 هم مثال بسیار ساده ایه. خب گفته که اگر این که ساده است، اگر F یک تابع 1 به 1 باشه، اگر F یک تابع 1 به 1 باشه، دقت بکنید الان این یعنی تو نقطه ای که X F منهای X باشه صفر دیگه. کدوم رو میگین خانم جلالی؟ سوال قبل رو میگین؟ خب اینجا رو میگین؟ این رو میگین؟ میگین الان این تو نقطه ای که X F منهای X G بشه صفر دیگه. وایس خانم چیز رو باز بکنید، وست خانوم جلالی، خانوم جلالی دست رو بالا. حالا چون شاید سوال بچه دیگه هم باشه برای همین بس نشد؟ حالا نمیدونم چرا واسه میشه، ولی در جاهای دیگه خانم جلالی وایشون یکسان نیست، یعنی توی یک نقطه وای یکسانی ندارن. در این مهمه که در یک نقطه وایشون صفر یعنی یکسان باشه. در یک الان مثلا شما نگاه کنید، من به این که حالا این شاید سواله، مثلا الان شاید خانم جلالی منظورش اینه، میگه مثلا اینجا رو کن این نقطه با این نقطه وای اینها یکسانه، ولی بچه ها ما برامون مهمه در یک نقطه وای هم، یعنی یک ایکس رو که دادیم وای هر دوتا همزمان صفر بشه. مثلا الان اینجا رو کن توی این نقطه، توی این نقطه این وایش یک چیزه، این وایش یک چیز دیگه است، این نقطه این وایش یک چیزه، این یک چیز دیگه است، فقط تو نقطه صفره که وایشون یکسانه. اینو پس خب اوکی شد. بریم این سوال. گفته بچه ها اگر F این باشه تابع 1 به 1. بچه ها من یه جمله معروفی دارم که همیشه بچه ها میگم، میگم آقا زمانی که میگه مثلا همچین سوالی میده، میگه تابع باشه برید سراغ ورودی های یکسان خروجیشون رو یکی کنید. ببین زمانی که همچین تابع میده، یعنی تابع زوج مرتبی میده، بعد میگه یه تابع باشه میری تو ورودی های یکسان خروجیش رو یکسان کنی، ولی وقتی میگه 1 به 1 باشه میگه برو خروجی های یکسان رو پیدا کن، اینجا 1 1 و ورودی هاشون رو یکی کن. الان اگه من این کار رو انجام بدم میشه چی؟ میشه M2 منهای M باید بشه چند؟ باید بشه 2. ورودی هاش باید یکی بشه، یه معادله درجه 2، معادله ریاضی. 2 میاد این ور میشه M2 منهای M منهای 2 مساوی با 0، جمع ضرایب، جمع اول آخر وسطیه،
یکی از ایشان میشه منهای یک، یکی از ایشان میشه منهای سیام که میشه دو. منهای یک و دو. بعد حالا نگاه کن، باید این ام منهای یک و ام مساوی با دو رو چک کنم که ببینم آیا تابع میشه یا نه. بچه ها منهای یک قبوله، بچه ها میگن منهای یک قبوله، دو رو بذارم قبول نیست. اگر دو رو بذارید بچه ها احتمالاً تابع نشه یا یک به یک نشه. الان دو رو بذارم باز یک به یک نمیشه. میدونی چرا یک به یک نمیشه؟ اینجا من اگه به جای ام بذارم دو، این میشه یک، این میشه سه. نگاه کن باز خروجی یکسان داریم که ورودیاش یکسان نیست. ورودی منهای یکه، ورودی اینم یکه. پس چون خروجیاش، پس به ازای ام مساوی با دو یک به یک نمیشه. این رو حالا خودتون بنویسید. به ازای ام مساوی با منهای یک یک به یک میشه. حالا تابع از من چی رو خواسته؟ اف به علاوه جی منهای یک، یعنی این برابر میشه با چی؟ باز نری اف رو با جی جمع کنی، میگی اف منهای یک به علاوه جی منهای یک رو میخواد. خب اف منهای یک میشه چند بچه ها؟ اف منهای یک اینجا منهای یک بدم این میشه سه. بعد جی منهای یک اینجا نکن به جای ایکس بذار منهای یک، میشه منهای سه دوم به علاوه یک، میشه منهای یک دوم. براکت منهای دو میشه منهای یک، سه منهای یک میشه دو. نه یه تل اینا کن در همین حد، سوال کنکور امسال هم از براکت اومده بود، در همین حد بود. یه ترکیبی از آخر مادر ریاضی تابع یا معادله، حالا ماده درج دویه مادر، حالا نمیدونم همینجا میگم دیگه، شما همینجا بگید دیگه، خیلی مهم نیست. آخرش رو چیکار کردین؟ این اف من، این منهای یک رو در اف و جی قرار دادم، یعنی به جای اف، به جای در واقع اف منهای یک، نگاه کن جی اف منهای یک، یعنی اگر به اف بدم منهای یک، نگاه خروجیش میشه سه. این که میشه سه، توی این جی هم به جای ایکس گذاشتم منهای یک. من منهای یک بذارم میشه منهای سه دوم به علاوه یک، منهای سه دوم به علاوه یک میشه منهای یک دوم، براکت منهای دوم میشه منفی یک که میشه منفی. اوکی شد؟ اوکی یا نه؟ خیلی خوب. سوال بعدی باز از اون سوالاییه که با روح و روان آدم بازی میکنه، یک سوال معرکه، یعنی سوال جیگر، سوالی که اصلا بعد یه سوالیه که قشنگه ها، قشنگ نها کن، قشنگ و رنگ و رنگ. الان نها کن گفته اگر نمودارهای F و G به صورت این باشد، دامنه تابع F تقسیم بر G، F تقسیم بر G بچه چی میشه؟ این خیلی راحته، حالا حلش میکنیم. میگه دامنه بچه، دامنه F تقسیم بر G، دامنه F تقسیم بر G میشه دامنه F اشتراکش با دامنه G منهای ریشه های مخرج، ریشه مخرج. خب حالا نگاه کنید، از اون نمودار بدون حل میشه گزینه دو، حالا معلوم میشه گزینه یک، ببینیم چی میشه. خب دو اشتراک اینا کن، دامنه F بچه ها چی میشه؟ دامنه F میشه از صفر، از خود صفر تا مثبت بی‌نهایت. بعد دامنه جی چی میشه؟ دامنه جی میشه از خود صفر، نه یک تو دامنه نیست، یک تو دامنه نیست، میشه از خود صفر تا یک باز، اجتماعش از یک باز تا مثبت بی‌نهایت. یه همینجور میره دیگه، این نمودار همینجور تا انتها میره. این از دامنه، از تو دامنه که شک نداریم. یه جور دیگه هم میتونم بنویسم که راحت تر باشه، بذاریم بنویسم از صفر تا مثبت بی نهایت منهای خود یک. نگاه کن خود یک در دامنه نیست، خود یک در دامنه نیست، این میشه دامنه F و اون میشه دامنه G. حالا بچه ها اشتراک اینها چی میشه؟ اشتراک این دوتا چی میشه؟ نگاه کن این میگه از صفر تا خود مثبت بی نهایت، این میشه از صفر مثبت تا، از صفر تا مثبت بی نهایت، یک توش نیست. اشتراک اینا میشه چی؟ تو همه جا اشتراک دارن به جز یک، پس اشتراک این دوتا میشه این،
اشتراکشون میشه از صفر تا مثبت بی نهایت منهای یک. حالا دقت کنید، به هر حال گزینه چند شد؟ خب بچه ها اگر دقت کنید، الان من اینو بخوام میام رسمش میکنم که راحت تر بشه، یعنی تجسمش برای شما یک مقداری ساده تر بشه. میگیم آقا همه اعداد هستن، از صفر هست، فقط یک توش نیست، یک تا این چیزیه که اینجاست. خب ها اینو پاک کنم راحت تر اینجوریه. خب نگاه بکنید، حالا میگه ریشه های مخرج، یعنی جایی که جی اونجا ارتفاعش صفره بکش بیرون. بچه ها جی از کجا تا کجا ارتفاعش صفره؟ نگاه کن، از خود صفر تا یک ارتفاعش صفره، اینو باید بکشیم بیرون. نگاه کن جی اینجا صفره، از خود صفر تا یک باز صفره، پس اینو باید پاک بشن. از خود صفر اینو باید پاک بشن، یک نیست، نه یکیش. چه جالب، بعد تو خود دو هم ارتفاعمون صفر، پس دو رو هم باید بکشیم بیرون. اینجا هم برای دو هم اینو هم باید پاک کنیم، یه دو هم اینجا داریم، اینا رو باید پاک کنیم. اینجا هم یک دو، اینجا این دو هم باید پاک بشه. پس چی میشه بچه ها؟ جواب رو میکشم اینو دیدی های مایلو بدون حل گفتی، میشه این جوابه، این جواب میشه از یک تا مثبت منهای دو، میشه گزینه چهار. آره چون تو دو هم صفر میشه ارتفاع، تو دو هم ارتفاع چی میشه؟ صفر میشه. اوکی شد؟ آره سوال خیلی قشنگی بود. توی جی پس ریشه مخرج دو تا سیه باید بنویسین، یعنی چی؟ توی جی پس جی کدوم اینه؟ ریشه مخرج دو تا نیست خامه پردیس، الان میگم. نگاه کنید خانم پردیس و خانم احمدی، تا اینجا شو بچه فهمیدین؟ یعنی اینجا که ما اشتراک گرفتیم، تا اینجا شو فهمیدین؟ بعد رو نمونه. خب الان میگم، الان میگم از صفر تا یک چجوری هست. بعد نه من اینو اشتراک گرفتم، اینو رسمش کردم، شد این. الان اشتراک، دقت بکنید، الان اشتراک این، ببین یه بار دیگه من توضیح، این چون سوال مهمیه، اشتراک این، اشتراک اینی که الان سبز کردم با اشتراک این پایینی که الان اینجا سبز میکنم، اشتراک این دوتا میشه این نموداری که نکن اینجا الان دورش سبز میکشم، این اشتراکه. تا اینجا قبول دارین؟ همه تا اینجا قبول دارین؟ خب این که اوکی. حالا میایم دامنه جی رو چرا گفتیم فقط منها؟ دامنه جی نکن یک، منهای یک دیگه، نکن یک تو جی نیست، این الان جیه، الان یک رو میبینی بازه، تو یک بازه، میبینی؟ خب حالا نکن، الان بعد میگفتیم دو تا تابع وقتی بر هم دو نه مشترک نیست، به دو رو کاری نداشته باش، دو تا تابع وقتی بر هم تقسیم می شدن
اول از دامنه هاشون اشتراک میگرفتیم. خب ما آمدیم اشتراک گرفتیم، اشتراک گرفتیم شده این نمودار اینجا. یه بار دیگه من بکشم نکن نمودار که اشتراک گرفتیم شده این آبیه. اینو بچه ها قبول دارین؟ تا اینجا قبول دارین یا نه؟ الان اشتراک این دوتا صد، اینو همینو فهم، همینو بفهمین. اشتراک این دوتا صد شده این آبیه. به اون قرمزه هم کاری نداشته باشین. خب این تا خب الان خواهم جعفر میکروفونش رو باز کنید. حالا مرحله آخر چیه بچه ها؟ نها کن این بالا نوشتم، این بالا رو نها کن، ریشه های مخرج رو باید از اشتراک اینا بکشم بیرون. ریشه های مخرج اینجا مگر مخرج جی نیست بچه ها؟ دقت کنید یه دقیقه، دقت کنید خواهم جعفر. آره بفهمت بگم نرخه. بذار من بگم بعد شما بگی. باش فقط حواستون باشه وایستون بازه، فوشی چیزی ندید. خب نیا کن، حالا اینجا نیا کن، ما میگفتیم اشتراک تابع F، نیا کن ما میگیم اشتراک F با G منهای ریشه های مخرج. مخرج بچه جیه، جیه آره، مخرج جیه، مخرج جیه. حالا این قضیه فوشو بهتون میگم. ریشه یعنی چی؟ یعنی جایی که ارتفاع صفره. بچه ها الان به این تابع جی اینه، این تابع جیه، ریشه هاش کجاست؟ یعنی کجا ارتفاعش صفر شده، کجاها ارتفاعش صفر شده. نیا کن اگر دقت کنی از خود صفر تا یک باز اصلا هیچ، صفر که چی؟ از خود صفر تا یک ارتفاعش صفر شده، پس اون از خود صفر تا یک رو باید بکشیم بیرون. بعد تو خود دو هم ارتفاع صفر شد، یعنی خود دو هم ریشه هاش دو رو هم بعد بکشیم بیرون. یعنی نها کن از این نمودار آبیه من از صفر تا یکش رو نها کن خط باید بکشم، این قسمت تو دو رو هم بعد پاک کنم، میمونه اون نمودار قرمزه. اوکی شد دیگه؟ اگه نفهمیدین دیگه اون فیلمی که من گذاشتم تو اینستاگرام بعد برید نگاه کنید. بپرسین حالا. خب من میخوام بگم الان ما دامنه F رو از روی نمودار گفتیم صفر تا مثبت بی نهایت. بله. دامنه G رو هم میگیم صفر تا مثبت بی نهایت منهای ریشه های مخرج، یعنی منهای نه 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 دامنه G میشه چی؟ دامنه G میشه از صفر تا مثبت بی نهایت. اصلا به تقسیم کار نداشته باش، دامنه G میشه از صفر تا مثبت بی نهایت، ولی اینجا اگر دقت کنی یک بازه. نه کن یک رو میبینی بازه؟ آره یک بازه. پس دامنه جی میشه از صفر تا مثبت بی نهایت، یک توش نیست، از یک رو از اون داخل بکش بیرون. اوکی شد تا اینجا؟ این دو من میخواستم بگم چرا منهای دو ببخشی دو هم اینجا نمی‌نویسیم. نه نه بیادم من اون اشتراک آره. به اضافه جیه آره. اون اصلا یه چیزی خیلی خوب آره آره خواهش من. خب پس حتما برین توی اینستاگرام ببینید، میگه که اونو خیلی قشنگه، بعد خودتون برید قضیه فوت. من یه بار توی یه کلاس آنلاینی اینو اسکن بگیرین، مگه بازه صفر تا زو بعد نه کنید. اگر دقت کنید خانم جلالی چشاتو وا کن، بذار من زوم بکنم، چشاتو وا کن، الان از صفر تا یک میبینی، از صفر تا یک در واقع رو خط ایکس ایگرگ مساوی با صفر خوابیده یک نمودار آبی رو می‌بینی، یعنی اونجا تابع مقدار داره، درسته؟ یعنی از صفر تا یک مقدار داره. ها ها دیگه الان شد تقصیر کتاب ما. الان اینجا که چشات اینجا هم می‌بینی اینجا یا نه؟ اینجا رو ببین، همه چیز تقصیر ماه، نمیدونم آلودگی هوا اینا همه تقصیر ماه. الان می‌بینی یا نه؟ بله همین کرونا، میگن کرونا هم تقصیره. خب شما کتابو خواستی من ندادم، بریم سال 11. این که حالا قضیه چیزی هم بگم، قضیه فوش بچه اینجوری که من یک کلاس آنلاین داشتیم با یک بنده خدای حالا توی یکی از مدارس، بعد وایس دانش آموز رو باز کردم گفتم ازش سوال پرسیدم و اینها، بعد
و یادش رفت قطع بکنه یک بعد یادش رفت قطع بکنه یه فوشی هم به ما داد، گفت نمیدونم فلان فلان شده، بایست ما رو باز که از ما سوال پرسید. حالا گفتم حواستون باشه که باز کردم چیزی نگید. به حال تو فضای آنلاین آدم باید حواستش جمع باشه. خیلی خوب، سوال 11، سوال 11 نکن هیچ چیزش نگفتم دیگه. سوال 11 گفته اگر اف ایکس این باشه و جی ایکس این باشه، دامنه تابع اف به جی به کدوم صورت قابل نوشتنه؟ بچه اصلا اینجا سوال رو نگاه کنید، اصلا این سوال رو به هیچ عنوان شما نمیتونید با عدد گذاری اینجور چیزا حلش بکنید، باید حلش بکنید، یعنی باید اینو حل بکنید. خب ما اول برای اینکه اینو حل بکنیم باز میگیم دامنه اف اشتراکش با دامنه جی منهای ریشای مخرج. گزینه سه فکر نکنم، حالا بیاین به دستش بیاریم. بچه دامنه اف چی میشه؟ گزینه سه نیست خانم رومینا. رسم نه، اینجا رسم منطقی نیست. دامنه اف، دامنه اف نکن، فقط باید این زیر رادیکال منفی نشه، اینقدر هم سخت نیست بچه ها. ایکس منهای بزرگتر از صفر. اینجا باز نکن یه نامعادله درجه دو، ریشه هاش یکی منهای یک یکی یک، وسط مخالف ضریب x2 میشه منفی، بغلا میشه مثبت x y، رو خود ریشه ها صفره. جواب کجا هست بچه ها؟ این میدم جایش مشکل نداره. جواب خب اوکی، جواب میشه x های بزرگتر مساوی یک یا x های کوچکتر مساوی منفی یک. این میشه جواب این یکی. حالا دامنه جی چی میشه بچه ها؟ دامنه جی، دامنه جی میشه 4 منهای ایکس 2 بزرگتر مساوی 0، ریشه ها یکی منهای 2 یکی 2، بعد رو خود ریشه ها 0، وسط مخالف اینه، اینجا پس میشه مثبت، بغلا میشه منفی، دامنه این میشه ایکس های بزرگ کوچکتر مساوی منهای 2 و بزرگتر مساوی منهای 2 و کوچکتر مساوی 2. خب این از این. حالا نگاه کنید دامنه اف، دامنه جی تقسیم بر اف یعنی که آقا از این دوتا اشتراک بگیر، بعد ریشه های اف رو ازش چیکار کن؟ خط بزن، یعنی بکش بیرون. خب حالا ما بیاییم بچه ها ریشه های اف رو به دست بیاریم، ریشه های اف رو بیاییم چکار کنیم؟ به دست بیاریم. اینجا رو دقت بکنین، اف اینه، اف اینه، من اینجا پس میخوام ریشه های اف رو به دست بیارم. اف تابعمون چیه؟ ایکس. یعنی شما الان اینجا رو دقت کنین چه سوال قشنگیه، واقعا سواله زیبا. بچه ها من میخوام ریشه های این رو به دست بیارم. اسم این معادله چیه؟ حالا ما اینا رو میگم، اسم این معادله چیه؟ معادله گونگ، معادله رادیکالی، درسته؟ چجوری حل میکردیم؟ بعد از کدوم تیپ ناکو ترکیب کردن؟ اون x تیپ اول x میره اونور، همه یک طرف، رادیکال هم یک طرف. اگه این کار انجام بدم میشه x2 منهای 1 x2 منهای 1 مساوی با منهای x، بعد به توان 2 برسونم میشه x2 منهای 1 مساوی با x2. خب حالا نگاه کن این اینقدر ساده است ولی هیچ کنتون بلد نیستین. الان من این رو با این خط میزنم، چی میمونه؟ میمونه منهای یک مساوی با صفر. الان این نمیدونید چی میشه. خب الان من چی بنویسم بچه؟ ریشه ندارد؟ خب ها دیگه اینجا چون نکن هیچ وقت. حالا بچه یه سوال ببین، ما این رو دقیق دقیق بکنیم. من اینجا یک به عنوان پانویس چی میگن؟
نگاه منفی مثلا یه دام یه معادله یه چیز رو حل کردید رسید به این مثلا منفی یک مساوی با صفر پاورقی. بله اینجا نگاه کن منفی یک مساوی با صفر اصلا هیچ وقت اتفاق نمیفته، پس جوابش میشه توهی، جواب میشه توهی، یعنی اصلا به ازای هیچ ایکسی اتفاق نمیفته، یعنی هیچ ایکسی نداریم که اینجا بذاریم منفی یک با... اصلا منفی یک هر کار کنی با صفر برابر نمیشه. بچه حالا یک مساوی با یک مثلا یک معادله رو حل کردی رسیدی به یک مساوی با یک، یک مساوی با یک جوابش میشه چی؟ جواب میشه یک. جواب این میشه، این جواب این چی میشه؟ جواب یک با مثلا یک معادله رو حل. اینا چیزایی که بچه ها به مشکل میخورن، وقتی برسی یک مساوی با یک جواب چی میشه؟ میشه آر. آره یعنی همیشه برقراره. این هم این جواب میشه آر، این جواب میشه آر، نه توی نمیشه دیگه، جواب میشه آر، یعنی همیشه برقراره، یعنی به هر ایکسی اینجا که الان ایکس نداره، آره بی شمار هم همونه، یعنی هر چی قرار بدی میشه. اینو میخوام جزء سعی چیه بابا؟ یک مساوی با یک، این همیشه یک مساوی با یک دیگه، پس جواب میشه آر، یعنی هر چی قرار بدی میشه یک برابر میشه. خب پس اینجا ما الان اینجا که به این شکله میگیم مخرج ریشه ندارد، مخرج ریشه ندارد، چون هیچ وقت امکان نداره منهای یک مساوی با صفر باشه. خب چی چرا صفر؟ چجوری خط زدن شد؟ نگاه کن ایکس دو با ایکس دو خط بخوره این ور چی مونه؟ صفر مونه دیگه. ایکس دو منهای یک مساوی با ایکس دو، ایکس دو با ایکس دو خط خورد. نگاه کنید گلهای در خانه، شما مثل اینکه دیگه خیلی رد دادید. نگاه کنید مثلا ایکس به علاوه یک مساوی با یک، بعد این یک با این یک هم علامت بود، این خط میشد، این دیگه مشخصه دیگه. خب حالا الان میگم اون آها چیه. بچه ها پس نیا کنید مخرج ریشه نداره، پس کافیه ما نیا کنید الان دامنه صورت اینه، یا ایکس بزرگتر مساوی یک یا ایکس کوچکتر مساوی منهای یک. دامنه مخرج میشه بین منهای دو تا دو، این دامنه مخرجه. خب میگفتیم آقا از دامنه صورت تا مخرج اشتراک بگیر، بعد ریشه های مخرج رو کم کن. الان ما اومدیم دیدیم مخرج ریشه نداره، خب فقط باید بیایم رسمش کنیم و اشتراک بگیریم. بچه ها یه دامنه میگه از منهای دو تا دو، نگاه کن یکی میگه از منهای دو تا دو، از خود منهای دو تا اینجا به صورت آبی، یکی دیگه میگه ایکسای کمتر از منهای یک با رنگ قرمز میکشن، یا از یک به بعد. بچه ها اشتراک اینا چی میشه؟ اشتراک یعنی جایی که هر دوتا رنگ حضور دارن، پس میشه اشتراک اینا رو من به صورت بازه بنویسم، میشه از منهای دو تا یک اجتماعش از یک تا دو. اینو تا اینجا بنویسی تا بریم بقیهش رو بگم. نوشین؟ خب چشم، توی آدرس پیج یادم نیست ولی فکر کنم مقداد طاهریه، اینجوری بنویسین مقداد طاهری. خب نیا کن، حالا پس میشه منهای دو تا یک، حتی من خیلی اهل فضای مجازی نیستم، حالا منهای دو تا یک، یک تا دو، حالا یک سری های مثلا.
خب اینا الان من یکم از حالت زومی بردارم. بچه ها همچین چیزی تو کدوم گزینه ها میبینید؟ گزینه 3 و 4 که رد میشن اصلا اون کیچ. اوه چی شد؟ گزینه 3 و 4 که رد میشن. گزینه 3 و 4 که شبیه اون نیستن هیچ. یا گزینه 1 یا گزینه 2. خب کدوم گزینه اینا؟ کن منهای 2 تا 1 بعد 1 تا 2. خب حالا شما آ رو 2 در نظر بگیرید، آ رو 2 در نظر بگیرید، بعد ببینید کدوم گزینه. آ رو 2 در نظر بگیرید میشه گزینه 2. ناکن اینو حتما بچه ها ببینید، سوال اصلا نمیتونید شما حتی بازه ها رو هم نداده که عدد گذاری بکنید، گفته شبیه کدوم از اینا میشه. حالا من اینجا اگر آ رو بگیرید 2 یعنی مقایسه بکنید آ میشه 2، اگه آ رو 2 بگیرید شبیه این میشه، پس بنابراین میشه گزینه 2. اوکی شد؟ یا زیاد توضیح دادم دیگه خانم نعمتی. خب سوال 12، سوال 12 یک سوال جیگر، باز سوال جیگر داریم. چه سوالی؟ سوال 12 میگه اگر جی این باشه و نمودار تابع اف به صورت زیر باشد، آنگاه دامنه تابع او شامل چند عضو صحیح است؟ خب اینجا چند تا مبحث داریم بچه. اولی که من اینو مثل آدمیزاد بنویسم، اینو بنویسم اف منهای ایکس به علاوه یک تقسیم بر جی ایکس به علاوه یک جی ایکس به علاوه یک. حالا اینو دقت بکنید. خب ما وقتی میخواییم بچه ها دامنه رو به دست بیاریم، باز دو تا عبارت برای هم تقسیم شدن، همش همینه بچه ها. چون تقسیم یکم مزخرفه، طراحای کنکور فقط تقسیم میارن، اکثر اوقات تقسیم میارن. شما دو تا عبارت برای هم تقسیم شدن. خب ما این الان این افه، این گفته این افه، گفته این افه، ولی من دامنه این رو میخوام، دامنه این رو میخوام. اگر از انتقال ها یادتون باشه، خب بچه ها اینجا رو نمیخواد نمودار رو دقیق برین رسم بکنید، بیاین با انتقال ها برید. میگین آقا دامنش از 1 تا 5 دیگه، درسته؟ دامنش از 1 تا 5، این دامنش. بعد میگه این اول ایکس ها نکن عوضی هن. ما میگیم همیشه ما توی جمع و تفریق کردن میایم اول ضرب رو انجام میدیم بعد جمع دیگه، درسته؟ ولی چون ایکس ها عوضی هن، اول اولویت با جمع و تفریقه. خب باز ایکس ها عوضی هن. وقتی میگه به علاوه یک یعنی تو یکی ببر سمت چپ. بچه یکی ببرم سمت چپ میشه از 0 تا 4، از 0 تا 4. یعنی عوضی هستن. وقتی میگه به علاوه یک آی مایلو یعنی یکی بر سمت چپ، سمت راست نرو، برو سمت چپ. حالا بعد دروغ میگن، دروغ گوان مثل بعضیا. اینجا نکن ایکس ها در یک منفی ضرب شدن، نسبت به وای قرینه میکردی یا در یک منفی ضرب میکردی. اگه من ضرب در یه منهایی کنم، اینو حتما انتقالا رو اگر ببینی آی مایلو متوجه میشی. آره برعکسن. خب الان پس این دامنه چیه؟ این دامنه اف منهای ایکس به علاوه یک هست. این دامنه اف منهای ایکس به علاوه یک هست. آره این درست گفتی، این دامنه اینه. خب حالا مثل بعضی که مثل بعضی منظور کسی خاصی نبود. خب حالا بچه ها بیاین این پایین این تابع چیه؟ تابع جی ایکس به علاوه یک. بچه تابع جی ایکس به علاوه یک، این یک روی چی اثر گذاشته؟ اینو بگین، یک روی چی اثر گذاشته؟
الان یک بعد با ایکس جمع بشه یا یک بعد با وای جمع بشه؟ رو برد اثر گذاشته. چرا رو برد اثر گذاشته؟ چون کنار خود ایکس نیست، رو وای اثر گذاشته. چون کنار خود ایکس نیست، رو وای اثر گذاشته. پس من میام جی ایکس تابع جی ایکس به علاوه یک رو مینویسم. اگه تابع جی ایکس به علاوه یک رو بنویسم چی میشه؟ برداشو به برداش یکی اضافه کن، به برداش یکی اضافه کن. منهای یک دو، که منهای یک دو میشه سه. بعد دو چهار، بعد منهای سه دو، بعد منهای دو صفر، بعد پنج شیش. خب این شد الان جی ایکس به علاوه یک. این الان تابع جی ایکس به علاوه یکه و اون هم تابع اف منهای ایکس به علاوه یکه. خب این رو حالا بچه ها ما میخواییم از اینها، از دامنه این و دامنه این اشتراک بگیریم. بچه ها اشتراک نکن، اشتراک اینا کجا تا کجاست؟ خب الان توی منهای یک اشتراک دارن یا نه؟ منهای یک نکن توی اون بازه هست، پس منهای یک اشتراک دارن. تو صفر اشتراک ندارن، پس توی دو اشتراک ندارن، پس دو خط میخوره. تو منهای سه اشتراک دارن، پس هست. تو منهای دو هم اشتراک دارن، یعنی توی این بازه بالا هست، پس اونم هست. ولی این پنج توی این بازه بالا نیست. بازه بالا گفته فقط اعداد بین منهای چهار تا صفر. خب آقای مایلو زمانی که تابع اگه یه عددی نکن، اگه اینجوری باشه یه عددی کنار خود x باشه، مثلا اگه اینجوری بود jx به علاوه 1، اگه اینجوری بود ما میفهمیم که این 1 روی x اثر گذاشته، ولی چون کنار خود x نیست پس 1 روی y اثر گذاشته. حالا بچه ها نکنید، پس الان از دامنه ها باید اشتراک بگیریم دیگه. اگر دقت بکنید اینایی که خط زدم نکن، این دو بزنیم با این رنگ دیگه خط بزنم، این دو، بعد این پنج توی اون بازه نیست، این بازه گفته از منهای چهار تا صفر. خب حالا بچه ها دقت کنید، گفتیم زمانی که میخوای دو تا تابع رو بر هم تقسیم کنی، الان بهت میگم برد اف، نه برد اف هم مهم نیستش که. حالا زمانی که منفی نکن دامنه میشه از منفی 4، الان میگم چرا نیست. خب بعد گفتیم زمانی که دو تا تابع رو بر هم تقسیم کردیم از دامنه ها اول اشتراک بگیر. الان من اشتراک گرفتم، شد اینا، اشتراک دامنه ها شد این، اشتراک دامنه ها شد منهای 1، بعد منهای 3 و منهای 2. اشتراک دامنه ها شد این، این از اشتراک دامنه ها. بچه ها بعد گفتم ریشه های مخرج، یعنی اون عددی که مخرج رو صفر میکنه رو حذف کن، اون چیزی که مخرج رو صفر میکنه رو حذف کن. چه چیزی مخرج رو صفر میکنه؟ بچه ها جی به علاوه ایکس، جی به علاوه ایکس کجا خروجیش صفره؟ تو کدوم نقطه؟ منهای دو. تو منهای دو خروجیش صفره، تو منهای دو خروجیش صفره، پس منهای دو هم باید حذف بشه. پس کلن میشه منهای یک و منهای سه، گفته شامل چند تا عضو؟ دو تا عضو. سواله، اینا سواله، خاله بازی نیست، سواله. جالب، حالا سالی به چی زوم نمیشه؟ به چی زومش عمل نمی کنه؟
و 5 تو اون بازه، چون اصلا بله جل دو جدا هم میشه خرید. چرا خط خورد 2-5؟ چون تو اون بازه نکن بعد اول اشتراک میگرفتیم دیگه، توی این دامنه بالا نبود، بعد از این دامنه و دامنه این تا اصلا بعد اشتراک بگیریم. آقای مایلو شما فکر کنم توی ریاضی آموزشتون مشکل داره، یعنی چون با من کلاس ندارید یکم اینا رو سخت میفهمید. خب خصوصی من میام؟ کجا میام؟ هنوز مونده خانم رضایی؟ هنوز که هفته یک سواله، چند تا سوال؟ سوال 13 رو حل بکنید، 13 قشنگه، 13 رو حل بکنید بعد گزینه شو من بگید. باز 13 از اون سوالایی که من دوست دارم. حلش بکنید. آسونه؟ آیا مایلو خصوصی نمیخواد که شما هم فیلم‌ها اینا رو نگاه بکنید؟ اوکی دیگه، به شما هزینه می‌خوای بکنید. خب نگاه کن کجای فیلم ها؟ همین ما سه شنبه ها همین تایم قبلش، یعنی از ساعت 4، حالا از این بعد دیگه بشه از ساعت 4، از ساعت 4 تا 6-7 6:30 چیز داریم، کلاس تدریس داریم. الان فیلم‌هاش هم سیو شده، شما توی تلگرام من پیام بده راهنماییت بکنم. خب نکن اینجا الان F2 بر منهای 2 تا G2 میشه، نکن پس میشه F2. بعد کلاس توی تلگرام پیام بده من راهنماییت کنم، منهای 2 تا G2. خب بچه ها F2 که مشخصه، یعنی نکن اینجا الان این تابع F به جای F2، یعنی چی؟ یعنی X بره داخل، یعنی اون دو بره داخل X. دو توی این پایینی که نمیتونه بگه، چون ضابطه پایین مال X‌های کمتر از یکه، X‌های کمتر از، برای X‌های بزرگتر از یک اینه، به جای X‌ش دو بذارم Y‌ش میشه چند؟ 3. حالا همین سوال مزخرف رو من میخوام خوشگل براتون حل کنم. آقا میگه که ما تابع جی منهای یک داریم، تابع جی منهای یک رو داده و از ما چی میخواد؟ جی دو، یعنی دو بره تو جی. من اینو تو تابع وارون این گلوم رو جر دادم، بهتون گفتم زمانی که شما یک تابع دارین، الان اینجا جی منهای یک دارید دیگه، جی منهای یک رو دارین، خب جی منهای یک رو دارین، ولی این دو میخواد بره تو جی، این دو میخواد بره تو جی. شما وقتی جی منهای یک دارین، دو رو میخواین داخل جی جا کنین، باید بچه ها از سمت راست بره داخل یا از سمت چپ؟ چی؟ از سمت راست. از اینجا بعد دور بکنیم داخل جی منهای یک. از سمت راست اگر ما دور بکنیم داخل جی منهای یک، یعنی از سمت راست اگر دور بکنیم داخل جی منهای یک، میره تو جی میشینه. یعنی الان شما ببین به اینو بعد شما اون دانش آموزایی که با خود من کلاس داشتن الان میدونن دیگه، اینو من بیشتر از این دیگه توضیح نمیدم. پس شما الان اینجا جی رو، جی دو رو میخواین ولی جی رو، آه شما هم میدونین، پس شما جی دو رو میخواین
ولی جی منهای یک رو داریم. خب میخواین دو بره توی جی؟ خب نداره، میگین دو میخواد بره تو جی، میگم دو رو از سمت راست بکن داخل جی منهای یک، یعنی خروجی، آره یعنی خروجی جی منهای یکتون میشه دو. میخواین خروجی جی منهای یکتون بشه دو، یعنی این خروجی بعد بشه دو. بچه ها به ازای اینجا نمیخواد خیلی هم فکر بکنید، الان این خروجی ما میخواییم بشه دو، یا ضابطه با الان بعد نگاه کنیم ببینیم ضابطه بالایی به ما دو میده، یعنی به جای x چی بذارم که بشه دو، یا تو ضابطه پایینی به جای x چی بذارم که بشه دو. خب الان چی بذارم بچه ها؟ اینو من بگید، دو بذارم، دو رو کجا بذارم؟ تو اولیه، الان تو اولیه اگر من دو بذارم خروجیش میشه دو، یعنی اگر به جای x بذارم دو خروجیش که میشه سه. بگید بچه ها این رو فکر کنید، بگید بگید دیگه، چشماتون الان باید قوی باشه. تو بالایی یا پایینی یک کجا یک بذارم؟ تو دومی چی بذارم؟ خب تو بالایی چی بذارم؟ یک بذارم، یک بذارم که بازم میشه سه. آفرین خانم نادری. تو پایینی صفر بذارم؟ نه دیگه، تو پایینی صفر بذارم. نکنین الان اگر تو پایینی صفر بذارم وای هم میشه دو، صفر هم کمتر از دو هست پس قبوله. نه کن این میگه ایکسای کمتر از صفر، ایکسای کمتر از صفر قبولن دیگه، کمتر از دو قبولن، صفر هم کمتر از دویه، اینجا به جای ایکس بذارم صفر خروجی میشه چند؟ دو. بنابراین اینجا میشه صفر، پس جی دو میشه صفر، که این کلن میشه چند؟ میشه سه، میشه گزینه سه. اینی که گفتم بچه حتما کار کنید، این که از سمت راست بره داخل یا از سمت چپ بره داخل، این رو حتما دقیق کار کنید، منطقی کار کنید. خب یک سوال، آخه تو دامنه گفته ایکسای کمتر از صفر، کمتر از دو، الان صفر تو چیزش نیست؟ تو دامنش نیست؟ صفر تو دامنه این هست دیگه. اوکی؟ خواه عدی درسته؟ خب سوال بعدی هم هر کنین رو بریم دیگه. گفته یک فکری بکنید روش، شالا باز بقیش هم هفته های بعد چیزی هم نمونده، این سختاش اولاش بود، بقیش اونقدر سخت نیست. خب گفته بچه ها F اینه، F اینه، بعد F منهای G اینه. بچه ها من وقتی تابع زوج مرتب جمع و تفریقش رو براتون درس میدادم بهتون گفتم در ایکس های مشترک، در ایکس های مشترک، نه تا ساعت 9، در ایکس های مشترک کاری که گفته رو روی وای انجام بده، کاری که گفته رو روی وای انجام، در ایکس های مشترک. بچه ها ما اف منهای نکن اف منهای جی رو داریم ولی جی رو نده، ما جی رو میخواییم، من جی رو میخوام، جی میشه چی بچه ها؟ نکن جی الان این افه، تو این اف منهای جیه، یعنی در ایکس های مشترک این شده، یعنی ایکس های مشترک اف و جی چیه؟ پس یکی یکه، حالا من به خروجیش کاری ندارم، و یکی سه، حالا به خروجیش هم فعلا کاری ندارم، این جیه. خب
یعنی ایکس های مشترک اف و جی یک و سه. خب حالا نها کن بچه ها، اینجا یک کجاست؟ اینجا یک، اینم یک، اینم یک. اف این جی چی بوده که بچه ها؟ اف یعنی چار منهای چند شده شده منهای چار. اینجا نها کنید، چار منهای چند شده شده اون بگید دیگه، منفی هشت، نه هشت، چون گفته اف منهای جی یعنی چار منهای هشت میشه منهای چار، پس اون میشه هشت. حالا تو سه، با سه رو بیایم بنویسیم. سه کجاست؟ اینجا ورودی سه اینجاست. اف منهای چی شده؟ شده یک سه، یعنی اگر سه بذارن میشه چند؟ میشه یک. خب حالا از ما چی میخواد بچه ها؟ پس جی یک میشه هشت، جی سه میشه سه، دو سه تا شیش تا، هشت منهای شیش میشه دو، میشه گزینه دو. این هم یک سوال خیلی گلابی و راحت. خب تا سوال چهاردهش رو این جلسه حل کردیم، حالا یه سه سوال دیگه هم موند، انشاءالله بقیهش رو جلسه بعد حل میکنم. شما هم خسته نباشید، انشاءالله که موفق باشید. حالا نقدی، پیشنهادی، انتقادی، چیزی داشتین ما در خدمتتون هستیم. حتی ما عادت نداریم اینا رو استوری کنیم فلان کنیم، ولی به هر حال برای اینکه کلاس به هر حال برای شما ها کمتر داد بزنیم، چشم کمتر داد بزنیم. انشاءالله که موفق باشید، خداحافظ شما.